سلام امین هستم، همراه دوستم مهتی، با یه ریاکشن دیگه اومدیم خدمتتون. مهتی اوضاع حالت چطوره؟ خوب عالی. چه خبر؟ با آهنگی دفعه قبل گوش دادین چطور بودی؟ استرید اوت آف لاین از گروه گاتمک. امین جان همونطور که شما گفتی همون اول باش حال نکردی، منم با اینکه 4 5 روز گوش دادم نتونستم باش ارتباط برقرار کنم، به قول خودم باش حال نکردم، با عرض معذرت از طرفدارای این گروه. ولی چیزایی که در موردش خوندم، سال 1995 تو شهر لارنس ماساچوست تشکیل شده، سال 2004 نامزد جایزه گرمی بوده، یه گروه تجاریه. بر... چی تجاریه؟ ببخشید واسه صحبتت. گروه تجاری بخوام توضیح بدم، یعنی که اسپانسر دارن بابت کارشون. وقتی هم اسپانسر دارن، یه اتاق فکر و سیاست های کلیه این آهنگ یا بعد از آلبوم اون اسپانسر. یعنی اینا سفارشی کار میکنن. مثل به طور مثال الان کمپانی یونیورسال اسپانسرشونه. بعد یه نکته جالبی که داشت تو بازی پرنس آف پرشیا از این موزیک استفاده شده. احتمالاً همونجا شما پرنس آف پرشیا رو من بازی کردم. دقیقاً احتمالاً شما همونجا شنیدی. و یه بحثی هم بین من و شما بود که گفتم معلوم نیست مخاطبش دقیقاً کیه، مخاطبش منتقدانشن. توی متن داستان یا شعر که میگفت من سازشی با شما ندارم، منتقد به منتقدانش گفته بود که همینی که بخوایی بخوایی مرسی از اطلاعاتی که دادی. یعنی اینا خودشون هم دوباره جداگانه میرن با یه کمپانی قرارداد میبندن تجاریه، واسه هم سوال شد، میرن قرارداد میبندن، اونا درخواست میدن، میگن اینو بخون اینو نخون. یعنی روی محتوای آهنگ، محتوای شعر، این کارو بکن، این کارو نکن، به این مثلا در مورد این موضوع بخون، صحبت کن، صحبت نکن. میگم سیاست های کلان و در واقع چیزشونو اون اسپانسر مشخص میکنه. خیلی هم حالی، یه حق هم داره، پول داره دیگه. یه آهنگی داریم امروز از گروه بلک سبث به اسم وارپیکس. بریم ببینیم چی جوری. مجبوریم که این کارو بکنیم. لینک آهنگ رو واسه تون میذاریم، اگه دوست داشتین گوش کنیم. Masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. خب هدموند. من خیلی یاد فیلم فول متال جکت انداخت، در مورد ندیدم سرباز آمریکایی. ولی یه چیز جالبی که اولش بود، یه عدم هماهنگی تو نواختن و ریتما بود که اصلا یه چیزی نمیتونی ریتمش در بیاری بخوای باش چیز کنی که 100% عمدیه بود. خب شعرشو ببینیم چی جوریه. میگه که فرماندهان در محل تجمع گرد هم آمدن، بر محل تجمع ارتش منظورش. یه بار دیگه بخونم واسه. فرماندهان در محل تجمع ارتش گرد هم آمدند. اینطوری بهتره. دقیقاً مثل جادوگرها در مراسم‌های سیاهشون. شیطان تو ذهنش به دنبال نقشه خرابکاریه. سازه‌های ساحره‌های مرگ در میدان نبرد، اجسادی که در حال سوختن هستند.
مثل ماشین های جنگی که در حال خراب شدن هستند. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. توی آهنگ واسه شون خیلی مهم که کامل شعرشون شنیده شه. شاید دقت کنید چیزی که غالبه صدای خواننده است. حالا چیزی که خیلی تو ذهن من آورد سبکای کانتری و جاز و بیشتر ریتمش و اینا من یاد اونا انداخت. فکر میکنم اصلا یه ترکیبی از اونا رو برداشته، حالا نمیدونم، حس من. خب میگه که مثل ماشین‌های جنگی که در حال خراب شدن هستند، مرگ و تنفر برای بشریت، مسموم کردن ذهن‌های شستشو داده شده. او خدای من، سیاستمدارها خودشون رو قایم کردن در حالی که اونا جنگ رو شروع کردن. چرا باید برن بیرون و مثل بقیه بجنگن؟ اونا این وظیفه رو به بدبخت بیچارا سپردن. زمان در مورد ذهن قوی اونها خواهد گفت. این مفهوم اینجا نوشته بود که من قاطی کردم، مفهومش از ذهن‌های قوی اینجا نوشته که سیاست‌های پیچیده، یعنی در آینده معلوم میشه که دلیل این سیاست‌ها و به وجود اومدن جنگ‌ها چی بوده. تا اینجا بود فکر می‌کنم. بریم برنامه. برگردم به پشت شما دسته. خب در ادامه میگه که جنگ ها رو برای تفریح درست میکنن، با مردم مثل سرباز پیاده تو بازی شطرنج برخورد میکنن. صبر کن تا روز جزاشون سر برسه. الان تو تاریکی دنیا از تغییر دست برداشته. Thank you.
darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment God is calling. On the knees the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh Lord, yeah. خب تا قبل اینکه بره بالاتر شعر خیلی قشنگی داره. شعرش با برادر جون بشر دوستانه و جوابه دوباره که میگه پتر یه نیز رو آب نمیده سیاست های جنگ دیگه. میگه الان تو تاریکی دنیا از تغییر دست برداشته. خاکسترها جایی هستن که اجساد در حال سوختنن. این خوک های جنگ دیگه قدرتی ندارن. دست خدا شمارش معکوس را به حرکت در آورده. روز جزا خدا فریاد میزنه بر روی زانوهاتون در حالی که خوک جنگی سینه خیز میره. التماس بخشش برای گناهاشون. شیطان با خنده بالهاشو باز میکنه. جالب بود. نواختن حالا یا نوع ملودیشون، ریتمشون با بقیه چیزایی که این چند وقت گوش دادیم فرق می‌کنه. یه جوری هم حالا شعاری بود شعرش و اینکه ریتم و آهنگش خیلی میگم من رو مثلا یاد آهنگای کانتری و جاز و اینا انداخت. میگم یه تا حالا فرق داشت با اون چیزایی که شنیدین. یه آنورمال ریتمی که داره که تو ریتم خاصی رو نمیشه بهش گرفت. یکم حالا تخصصش نمیدونم چی بهش میگم ولی میگم 100% عمده. یعنی فکر میکنم هدفی توی این که عمدیه هیچی به کنار. اون کسایی هم که خب ممنون از دوستایی که واسه ما این آهنگا رو انتخاب میکنن واقعا مریضن. این چند بار گفتم ولی تا من thank you.
باحال بود، یعنی جالب بود واسه من که کلا. خب یه اطلاعات کوچیکی سریع بهت بدم از گروه بلک سباس. یه گروه هوی متال بریتانیایی که سال 1968 در بیرمنگام شکل گرفت. اینم مثال نقض. مثال نقضی برای این بود که تو گفتی اون توی برنامه گفتی 1900. آره من قبلی گفتم همشون تو نیمه اول دهه 90 بودن. ولی الان این فکر کنم جزء اولین گروه‌های متال هم باشه. آره همینم حس می‌کنم سبکش. سبکش نزدیک جاز بود. جاز بود و اون میگم من خودم یاد فیلم‌های قدیمی علی بود. آره دقیقاً من یاد فول متال جکت. ژانرش هوی متال و دوم متاله و بقیه فکتور و اطلاعاتی هم که داره با تو برنامه بعد حتما. مرسی، ما رو فراموش نکنین، سابسکرایب و زنگوله رو به تو نمیخواد بگیر بزنید، نقدمون کنید لطفا، حمایتمون کنید، به حمایتتون نیاز داریم، به دوستاتون هم ما رو معرفی کنید.